خوش آمدین بیننده های عزیز در ادامه برنامه سلامتی روزمره هستیم. سپاس از شما خوبان که تا اینجا ما را همراهی میکنین. خب دکتر سه ادامه صحبت کردیم. گفتم تفاوت بین ازی که به طور مثال خونریزی آیا از قسمت پیشوی بینی صورت گرفته یا قسمت پشتر بینی صورت گرفته. خونریزی که از قسمت پشتر بینی صورت میگیره برعکس اکثر اوقات به شکل خود به خودی ممکن است به وجود بیاید بدون ضربه. اکثر اوقات مریضا سنشون بیشتر از 40 سال میباشن. خون اکثرا بالا میشه و ممکن است مواد غایتی مریض هم تاوان به اوشیار رنگ بیاید. تشخیص تفریقی بین ازی که آیا به طور مثال مشکلات سیستم هاضمه پیش مریض موجود است یا خونریزی از قسمت بینی مریض از قسمت پشتر تحسس کرده یک ذره تشخیص مش کلمی سازه. در ضمن خونریزی پیش مریض اکثرا بسیار مسیف میباشه و بعض اوقات ضرورت به این میشه که با اهتمامات و فشار دادن گپا و یا خونریزی پیش مریض توقف داده نتونیم و مریض مراجعه کنه به شفاخانه. این دیگه مربوط به دکتر سه به گوش و گلو میشه که مثلا قسم خونریزی های آنتریور از پوستریور را تفکیک کنه و در صورت کافت به شکل موضعی باشه به زودترین فرصت اقدام به عمل بیاید تا اینکه مریض اساس تا خون را ضایع نکرده و در نهایت امر حالت هیمودینامیکیش از حالت باثبات به حالت بی‌ثبات تبدیل نکنه. بله سپاس دکتر صاحب. خب دکتر صاحب زمانی که پیش یک فرد خون بینی پیدا میشه کدام اقدامات باید صورت بگیره؟ یک نقطه را من میخوام علاوه کنم و عبارت از این است که بعد از اینکه مثلا گرما اندکی بلند میره طبیعی است که شویه خون بینی های سلیم در نزد بعض افراد افزایش پیدا میکنه. علت اساسیش عبارت از این است وقتی که درجه حرارت بلند میره حرارت یکی از جمله فاکتورهایی است که در اویه به صورت عموم توسع را ایجاد میکنه. بنابراین هرگاه هوا گرمتر میشه هوا مرطوبتر میشه خود از یک فاکتور مساعد کننده است پیش مریضا که بعض اوقات ممکن است توسع وعایی در قسمت های اویه انف یا اویه بینی یا رگای بینی به وجود بیاید و در نهایت افراد با اندکترین ضربه با اندکترین فشار با اندکترین عدسه زدن با اندکترین فشکدن بینی به فشار ممکن است پیشان خونریزی به وجود بیاید. در صورتی که موقتی میباشه مریض را اذیت نمیکنه به صورت متکرر تحسس نمیکنه بار بار به وجود نمیاد موضوع قابل تشویش نیست. ولی هرگاه در نزد یک فرد خونریزی و خون بینی به وجود آمد و به شکل متکرر میباشه و به صورت عموم به شکل دوامدار میباشه دوامش بیشتر از 15 منت یا بیشتر از 15 دقیقه هست و در ضمن از او با وجود هر قدر اهتمامات فشار دادن ای گپا بار بار پیش مریض تحسس میکنه باید به زودترین فرصت اینا در ابتدا به یک از دکتر شبه گوش و گلو و در صورتی که مثلا از نظر داخله کدام مشکل می داشته باشن باز به صورت مشترک توسط دکتر شبه گوش و گلو و توسط دکتر شبه داخله مورد ارزیابی قرار می گیرن. حالا نقطه دیگه که من می خوام علاوه کنم هرگاه در نزد یک فرد خونریزی بینی یا اپستاکسیس به وجود می آید عمده ترین اقدام عبارت از این است به اساس کتاب پیلدینگ را مریضا باید به صورت عمومی یک متدی که به نام تروتر سمیتوت هست در نظر بگیرن طوری که مریض هیچ وقت باید گردن خود به این رقم نکنه. مریض به صورت عموم به حالت نشسته را قسمی که به این رقم به خود اختیار میکنه و در ضمن انگشت شهادت با انگشت شست خود را در دو قسمت به طور مثال بینی به این شکل محکم میگیره و سر خود پایان میگیره سر خود پایان میگیره تا اینکه خودم خون را بلع نکنه و قرط نکنه به خاطر اینکه خودش باعث میشه تا در نزد مریض دلبدی را ایجاد کنه و در ضمن دلبدی ممکن است بعض اوقات مواد غایتی مریض را سارنگ بسازه و حتی دکتر را کانفیوز کنه که مشکل در سیستم هاضمه هست و یکی مشکل به صورت عموم در سیستم گوش و گلوی مریض میباشه. یعنی بهترین و مناسب ترین شیوه بر اساس متدی که به نام تروتر سمیتوت میگن قسمی است که مریض یک دشوی استاد میشه و در صورتی که مثلا خون بالا میره و بلع میشه باید را توف کنه در ضمن از او به طور مثال باید دیده شود که خون چه وقت توقف پیدا میکنه انگشت شست و انگشت به طور مثال این شهادت خود اردوی خود فشار وارد میکنه و حداقل به مدت 5 تا 15 دقیقه این ساحه را هم تو فشار دهنده قرار میده تا اینکه خونریزی توقف پیدا کنه و قسمت اعظم خونریزی که از قسمت پیشروی بینی منشأ گرفته باشه با همش شیوه ممکن است که توقف پیدا کنند ولی هرگاه توقف پیدا نمیکنه اینا به زودترین فرصت به دکتر مراجعه داشته باشند. حالا نکته ای که میخوایم بیان کنم و عبارت از این است که هرگاه در نزد یک مریضی که به شکل متکرر خون بینی به وجود میاد کدام پرسش ها را ما من حیث یک دکتر باید از او داشته باشیم. نمبر اول عبارت از این است که آیا کدام آفت خون پیش مریضا در گذشته موجود بوده؟ آیا زود زیا کردن خون یا لکه های متکرر در پلی که پیش از این مریض موجود است سایر اعضای فامیل شما امی مشکل داشته نداشته؟ آیا پدر و مادر امی افا مریضی که بر شما مراجعه کرده کدام قرابت کسی که دیگه دارن ندارن به خاطر که بعض اوقات ممکن است آفات خون به شکل ژنتیکی و ارثی خصوصا در افرادی که کسی که دیگه به طور مثال قرابت نزدیک داره و بابا کلان و مادر کلان ایزا از یک نسل است بعض امراض مثلا بلد دیسکریزیا شیوش بیشتر می باشه. در ضمن پیش مریض پرسان شود در پلی از اینکه خون بینی میداد می میشن آیا به طور مثال مواد غایتیشون خون می آید آیا به طور مثال از ادوارشون خون می آید آیا مریضی موارشون از حالت نرمال بیشتر هست مقدارش آیا به طور مثال نوبتش و در پلی از او آیا مریض استاس تا پوستش
بسیار ضربه آهسته لکه ای پیش ایجاد میکنه نمیکنه. در ضمن پیش مریض از مورد فشارشان پرسان میشه که فشار بلند در گذشته و یا حال داشتن و نداشتن و باید فشار مریض باید مورد ارزیابی قرار بگیره. کدام آفت قلبی ورادی پیشان سابقه موجود بوده نبوده. در ضمن از آیا مریض فعلا کدام زیر کدام دوا هست نیست. آیا مریض آسپرین میگیره نمیگیره. آیا مریض بتامس کلوپیدوگرل میگیره نمیگیره. آیا مریض وارفارین هست نیست. آیا مریض دبیگاتران ریبابلیروفلاکسابان اپیکسابان هپارین اینا رو میگیره نمیگیره. باید در مورد دواها پرسان شود و در ضمن تمام از این فاکتورها دکتر سیب گوش و گلو باید مکمل نواحیه که بصورت عموم نواحی خطر است و نواحی که مربوط گوش و بیگونو و بینی و همه مسائل می شود مورد ارزیابی قرار بدن تا اینکه کدام آفت موضعی رد شود. اگر از نظر داخله مریض چیز مشکل نمی داشته باشد، مثلا فشار بلند نداره، مثلا کدام آفت والهای قلبی خصوصا تنگ بودن دسام مترال نداره، مثلا به طور مثال مریض کدام حمل نداره، مریض کدام آفت خون نداره، مثلا مریض کدام آفت رگای خون نداره، کدام انتان بسیار شدید پیش مریض موجود نیست، مریض می تواند که به طور مثال پیش دکتر سبب گوش و گلو مراجعه کنه تا آفت موضعی پیش پیدا شود. آفت موضعی در مرحله ابتدایی با استفاده از پکینگ که مریض بر مریضا به طور مثال گاسپت چند لا به شکل افقی یا به شکل عمودی در بینی به طور مثال تخته میشه تا اینکه خونریزی توقف پیدا کنه. مریضا برشان توصیه میشه که خونریزی بنداژی که در بینی داخل میشه باید رکت سیروم نمکی یا نورمالسرین مرطوب نگاه کنن تا اینکه به صورت عموم وقتی که جدا میکنه و ارچق تحساس کرده باشه پس فر از زده خون میآید. نقطه دیگه که باید مریضا در نظر داشته باشن هرگاه همین پکینگ در بینی بیشتر از 24 الی 72 ساعت دوام میکنه بر مریض باید توسط دکتر به شکل وقایی آنتی بیوتیک های مثل سفالگزین و کلندامایسین 150 میلی گرم و سفالگزین 500 میلی گرم روز 4 مرتبه توصیه شود تا از ایجاد حالتی که به نام توکسیک شاک سیندروم میگه و مریض میبره به حالت شاک جلوگیری و خودداری به عمل بیاید. چرا که ام او آفت گاسپدی که در اوج موجود است خودش بعضی اوقات ممکن است خطرزا باشد. در ضمن بر مریض توصیه میشه که بعد از اینکه خون بینیش توقف کرد در مدت چند روز باید فعالیت های فیزیکی طاقت فرسا نداشته باشند. تو اینکه مریض پیشتر خون بینیش داشت دواش کرده فوتبال میداد از اینا دو در ایستو به طور مثال کلاپ بودی بیلدینگ وزن 500 کیلو را کل کدر است. باید برایشان توصیه شود مریض در جریانی که خون به طور مثال بینی می باشه و روزهای بعد از او از غذاهای اسپایسی و از غذاهای فوق العاده داغ باید جلوگیری به عمل بیاید. در صورتی که خونریزی در ساحه موجود می باشه از کمپرس های سرد مثلا توتای یخ مثلا آب سرد بوتل آب یخ را در ساحه به طور مثال می گیرند چون خودش اویرا تنگ می سازد تقبض می تواند ممکن است من هست یک فاکتور کانزرواتیو به خاطر توقف خونریزی عمل کنه. اسپری لیدوکائین فینولفرین برای مریض مقتا توصیه میشه من حیث یک اهتمامات عمومی و بعد مریض راجع میشه تا اینکه آفت موضعی و آفت سیستمیکش توسط دکتر شابه متخصص مورد ارزیابی قرار بگیره. پس اهتمامات کلی جنبندی که من میخوام بیان کنم در صورتی که از سوراخ‌های بینی در نزد یک مریض خون بینی تحسس میکنه اینا میره به نام اپست اکسس میگن. ممکن است قسمت های پیش روی بینی باشه از قسمت های پشت سر بینی باشه در سایر آفات موضعی و در سر آفات سیستمیک داخله ممکن است تحسس میکنه. کدام کار دیگه مریض سر بدل خود نکنه که کدام بهتر مثال پختر ده او درو کنه او مسائلی بعد گپا اونایش مربوط دکتر میشه که چگونه میشه با اهتمامات عمومی که مریض میگیره فقط به سر خود خم میکنه پشت خود کمک به طرف پیش روی یا قدام خم میسازه بین دو دانه انگشت و قسمت خونریزی را توقف میته. اگر خونریزی توقف کرد خوب و خوب اگر نکرد تیز که به دکتر متخصص مراجعه میکنه تا اینکه اهتمامات که از نظر گوش گلو مثل پکینگ است مثل کاترایزیشن است مثل لگیشن است مثل امبولایزیشن است کل از اینا را مراعات کنه اهتمامات است که دکتر سبب گوش گلو میگیره و ما را به این موضوع غرض نیست و کدام آفت داخله اگر میداشته باشه باید این مورد ارزیابی قرار بگیره پالیده شود تا اینکه مبادا در سیر کدام آفت سیستمیک باعث شود تا مریض خون از قسمت بینی خود ببینه. بله. یعنی دکتر صاحب هیچ وقت تو سر که بالا بانیم سر بینات یک پشت ما ببینین اگر به طور مثال خونریزی از این قسمت موجود باشه و مریض این رقم سر خود ما دیدیم در بسیار جای غلط و مقال سر در بالا بان چقدر کار اشتباه چقدر کار غلط. خب به طور مثال خونریزی اینجا بینو بیرو بان که برایه بان که به طور مثال برایه و یادتون یک نقطه دیگه باشه مریضی که فشار بلند داشت و اگر از باعث فشار بلند خونریزی پیش تحسس کرده بود هیچ کسی جرأت نداره که خون از این توقف بده. بله. متوجه هستین اینمی به طور مثال یک نفر که اگر فشار بلند داره فشار مریض است 200 ببینید که فر رسد از بینیش خون میاد این کس خونش توقف نتکو در حقیقت یک نعمت خداست که موجب برش رحم کرده به خاطر که اگر مو خون به طور مثال در بینی نمیکفی یعنی در اوی در دماغ بینی به طور مثال لبچر نمیداد ممکن است همین آفت به دماغ ایجاد بشه مریض سکته مغزی میشه. بنابراین باید به هیچ وجه در مریض که فشار بلند می داشته باشه باید بینی تو محکم گرفته نشه مانده شوه که به طور مثال خون از این خارج شوه. ولی اگر کدام آفت موضعی می باشه باز بر از او اقدام به عمل بیاید. بعض اوقات مریضا را میبینی که در فشار 200 خون آمده گرفته ایره بند کرده خود از او ممکن است یک مقدار فشار پایان داره. فشار مریض وقتی کنترل شوه و خون خودش توقف پیدا میکنه یک نقطه. و بعض اوقات بعض مریضا را دیدیم که به طور مثال خون بینی می داشته باشه باز از خانه والدیش یا پدرش یا مادر کلانش میگه کلیت اینتر پشت سر بان سر که بالا بان کل خون میره به در قند
کردم د بلوم از بلوم به طور مثال د میری از میری به معده مریض مواد غایطیش هم شورنگ میشه و پیش دکتر مراجعه میکنه که از مواد غایطی به طور مثال خون اومد یا از استفراغ خون اومد به می خاطر دکتر در تزلزل قرار میگیره خون قرط میکنه خود از دل بدی ایجاد میکنه استفراغ بهترین و میتود منطقی ترین شیوهش عبارت میتود تورتور است مریض به پیش روی قاط میشه و دو دست خود به طور مثال ساختمان بینی در موکم میگیره حداقل در مدت 5 تا 15 دقیقه این موضوع ممکن است که اصلاح شود بانو خلیلی اینکه به حساب مسئله که اگر یک استاد ما یک لکچر میداد در فاکولته یک موضوع را بیان میکرد میگفت امروز این موضوع را باد کردیم ولی موضوع پستر یا باد شد بعد سوال بر کس نمانده باشه بله سپاس دکتر صاحب خدا کنه که بیننده های عزیز هم برنامه را تا آخر تعقیب کرده باشه و شما هم معلومات های سیر شما کسب بکنین خب فعلا هم میپردازیم به پاسخ دو هموطن ما که پرسش را کرده بودن فکر کنم تا اندازه به طور مثال کافی برای هر دویشان پاسخ ارائه شد هموطن اول ما که در مورد عواملش گفتن ما در مورد عوامل دیگه یک دو دانه جدول به طور مثال که در کدام سی سی الات بود بیان کردیم از این دوستان تماس گرفتن قسمت پیشانی ما درد میگیره زمان هر گاه خون بینی میشه دقیقاً هر گاه در نزد یک مریض به صورت عموم درد در این نواحی موجود باشه در این ناحیه موجود باشه در این نواحی مریض به طور مثال اکثر اوقات سلفه خوش داشته باشه و در پلی از بعض اوقات در سجده کردن و در قائم کردن سند یک سر دردی شدید می داشته باشه و پریول دیسچارج می داشته باشه از بینیش افرازات می آید در بینیش بعض اوقات هرچق تحسس میکنه بوی را خوب درست احساس کرده نمیتونه بیشتر از اینا یه لوحه کلینیکی سینوزایتس هست یا التهاب سینوزا است به صورت عموم شما 4 نوع سینوز دارین که مگزیل سینوس هست به طور مثال سینوس فرانتال ایتمیدی فسفینوئید اینا به یک دکتر سی به طور مثال بخشش مراجعه کنن عکس به شکل آن واتر ویو و به شکل لترال اسپشن گرفته میشه تا اگر سینوس التهابی باشه با استفاده آنتی بیوتیک برای اینا میتونه دوا توصیه شه و اگر به طور مثال سینوسایت به شکل مزمن می باشه و ساحه مکمل خود از چرک پر کرده بعض اوقات تا ضرورت به این میشه که پیش مریضا دریناژ یا تخلیه هم صورت بگیره و برادر بزرگ ما که به طور مثال از پنشه تماس گرفته بود اسمشون جاویدان جاویدان بود عوامل اساسی که به طور مثال پیش از این دختره که زبرایزین تاسوس میکنه تیز پوستش لکه میشه خونریزی به وجود میاد خونریزی خون از بینی به وجود میاد از مواد غایطه به وجود میاد از ادرار به وجود میاد از هر قسمتی که به وجود میاد این زیادتر دلالت به آفت سیستمیک میکنه شما به موضوع اشاره رساندین شاید به احتمال زیاد پیش مریض شما کدام لوحه ترومبوسایتوپنیا موجود باشه که نوع بلد دسکریزیاس یا ممکن است هموفیلیا موجود باشه بنابراین از دور ما قضاوت کرد یا حتی پلاستیک انیمیا به می خاطر ما پرسان کردم که اجزای دیگه خون چه رقم است مریض به طور مثال تماسشان قطع شد به زودترین فرصت اینا به یکی از متخصصای از این بخش مراجعه داشته باشن تا دیاگنوز پیشان صورت و احتمامات عاجل تداوی که مریض را به شکل سیستمیک به بهبودی مواجه بسازه برشان هدایت داده شود بله خب دکتر صاحب یک کار ما تماس گرفتن گفت که شکر دارم و از انسولین استفاده بله. میکنم بله. و انسولین گفته باید من چگونه عیار بکنم و چگونه از او استفاده بکنم دقیقاً نالج و علمیت مریضای شکر به صورت عموم بعض اوقات از بعض از دکترای نوفارغ کده بیشتر میباشه بله به خاطر اینکه مریضا یک سال نیست دو سال نیست یک مریض شکر که گرفته 20 ساله که شکر داره 30 ساله که شکر داره بخون بعض اوقات میبینی که میای میگه ایران میمونه که من برای چی بگویم به می خاطر علمیت مریضای شکر بعض اوقات شارژات میبوش چون یک مرض مزمن و مرض دوامدار هست بنابراین مریضایی که وابسته به انسولین هستن میره به نام آی دی دی ام میگن انسولین دیپندنت دیابتس ملیتوس یعنی شکری که وابسته به انسولین هست بله. خصوصا مریضایی که تایپ اول میباشه و تمام مریضای تایپ 2 در آخر الامر در صورتی که سپورت نکنن رژیم را مراعات نکنن دوا را درست نگیرن به انسولین یا میرن بله. خب هرگاه پیش یک مریض ضرورت به انسولین بود انسولین را چه رقم تطبیق میکنین انواع مختلف تطبیق انسولین وجود داره به صورت عموم انسولین ما میتونیم به شکل پن یا قلمکا در جیب خودمون تو قلمکای مقبول است میگردن مریض در یک جای است دلش میشه که به طور مثال کبابم بخوره به طور مثال در پلیس از جزو فر نگاه کنم استفاده کنه از کوکو میگیره دیگه هم یک انسولین اسپورت رسپرو رو که قلمک خود پچق میکنه با زبان نان خود خورده میره اکثرا به صورت عموم می شکل بسیار مروج انسولین که در افغانستان هست به صورت عموم مو سرنجای انسولین است که سرنجای انسولین به صورت عموم با واحد یونت محاسبه میشه پیش مریضا حساب میشه که با چه مقدار انسولین شکر از زیر کنترل میایه اکثر اوقات از مقدار 3 تا 5 یونت شروع میشه بعد از اون دیده میشه که شکر از یا به کدام شوه کنترل شد و به امو اندازه مقدار انسولین هر 3 تا 5 روز بعد میتونیم ما 10% افزایش داده بریم نقطه‌ای که باید در مورد زرق انسولین باید مراعات شوه و عبارت از این است که نواحی که ما میتونیم انسولین زرق بریم قسمت خارجی بازو قسمت داخلی بازو قسمت خارجی ایران قسمت داخلی ایران نواحی سوجی یا بچوک یا سوله مریض نواحی به طور مثال کمر نواحی شکم و این نواحی نواحی بسیار مرغوب است که ما میتونیم انسولین دهی تطبیق کنیم و به خاطر که فات یا شهم در قسمت
شکم زیاد هستن، نواحی که بیشتر ترجیح داده میشه عبارت از شکم یا بطن مریض است. میتود زرق قضی به شکل سبکوتانیوس میباشه، مریضایی که لاغر میباشه پوست بلند میگیریم به 45 درجه زرق میکنیم، و مریضایی که چاق مستقیم میتونیم دایرکت زرق کنیم. نواحی زرق انسولین بسیار مرغوب ترینش عبارت از است که بین هر زرق باید حداقلش حدود 3 سانت فاصله باشه، تا اینکه اگر مریض امروز اینجا خود پیچکاری میکنه سبا اینجا پیچکاری میکنه، این رقم این رقم این رقم باز پشت از خط شکم میگیره و این رقم پیشرفته میره. بین هر زرق باید حداقل 3 سانت فاصله باشه، به خاطر اینکه اگر فاصله داده نشه نموش و نواحی به اساس یک عکس عمل معافیتی شم کلوله میشه و این به نام لیپودیستروفی میگن که یکی از اختلالات تداوی با انسولین هست. مریضا وقتی که انسولین میگیرن 15 دقیقه قبل به صورت انسولین برشان توصیه میشه، بعد از او باید غذای خود به صورت درست اخذ کنن و در پلی از او به خاطر اینکه یکی از عمده ترین اختلالات انسولین عبارت از هایپوگلیسمی است، قند خون یک دفعه سقوط میکنه، پیش مریض با مجرد که تکان دل به وجود آمد، لرزه به وجود آمد، عرق به وجود آمد، دلتنگی پیش به وجود آمد، دستا میلرزید، کمک سردردی پیش به وجود آمد، بیناییش تغییر کرد، به زودتری این فرصت شیرینی رو بگیره. شیرینی را که اگر نگرفت به می خاطر میگه دیابتیک پیشنت به یک جیب خود شکر پیرو سرنج انسولین نمی داشته، در جیب دیگه خود تابلت گلوکوز جوس بگردانن که خود دیگه در صورتی که قند خون سقوط میکنه از او باید استفاده کنن. و اگر سوی قند خون از 50 میلی گرم تنقیس پیدا کرد، ممکن است تظاهرات سیستم عصبی مرکزی که به نام نیوروگلایکوپنیا است پیش مریض تاسیس کنه و حتی مریض ممکن است به کما بره. بلند بودن قند و پایین بودن قند هر دو ضرر داره، ولی پایین بودن قند مریض ممکن است در 5 دقیقه حتی به حالت کما مواجه بسازه. ممنون دکتر سیم. خیلی ممنون، تشکر از شما. بسیار میفهم سری صحبت کردم ولی ناچار بودیم به خاطر که یک پرسش رو مطرح میسازین که به شکل بم یک کتاب است، یک مکمل صفحه است، ولی ما در وقت کم باید پرسش را کنیم. تشکر از شما و از تمام بینندگان عزیز. بریده های عزیز، سپاس از اینکه تا این دم ما را همراهی کردیم. در اخیر برنامه هستیم و سپاس از شما خوبان که برنامه ما را تعقیب کردید و امید که موضوعی را که امروز انتخاب کردیم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه و شما عزیزان هم میتونید برنامه ما را از طریق کانال یوتیوب هم بیننده باشین، تعقیب بکنین و همچنان تکرار برنامه را از فردا ساعت 5 تا 6 عصر میتونید تماشا بکنین. و یک از دوستای ما تماس گرفته بودن آدرس دکتر و همچنان شماره تماسشان را گفته بودن. آدرسش است بازار کارت 4 متصل به یگانه درمانتون و همچنان شماره تماسش هست 0789-22-22-89. دوباره تکرار میکنم 0789-22-22-89. خب عزیزان، تا برنامه دیگر و یک روز دیگر شما عزیزان و خداوند مهربان مسپارم. الان نگهدار همیتان، با بقیه برنامه های تلویزیون زن همراه باشین.